یو یانگ 37 ساله یک گردشگر چینایی با گذر از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان توسط بایسکل وارد افغانستان شد. این گردشگر چینایی که تمام مسیرهای سفرش را با بایسکل طی نموده است، هدف از سفرش به افغانستان را آشنایی با فرهنگ، عنعنات و دیدن مکانهای تاریخی این کشور عنوان می کند. من یک گردشگر هستم و چین توسط بایسکل به اینجا آمدم و از چین تا اینجا 4 ماه زمان برده است و در طی 16 روز حضور در افغانستان با گذر از ولایت های کندوز، بلخ و فاریاب وارد بادغیس شدم. این گردشگر چینایی افغانستان را از جمله امن‌ترین و با فرهنگ‌ترین کشورها عنوان نموده و چنین می‌گوید. قبلا بسیاری ها به من می گفتند که افغانستان کشوری ناامن است، اما حالا که اینجا آمدم می بینم که افغانستان امن‌ترین کشور است. از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ و آگاهانی امور در بادغیس گردشگری را یک پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و این پدیده را راهی به سوی رشد اقتصادی، اشتغالزایی، تبادل فرهنگی و نشان دادن جاذبه های کشور را به جهانیان می داند. بادغیس ولایت خب الحمدلله یو تاریخی و باستانی ولایت دی چه تاریخی عبیدات هم لری و تاریخی عبیدات طبی خبر ده چه د گردشگران و د سیاحین و توجه است ورته. مسئولین امر باید توجه جدی داشته باشند تا میزان بالای از گردشگران در صنعت گردشگری جذب و موجب درآمدزایی، رشد اقتصادی و فرهنگی کشور برای جامعیان بگردد. گفتنی است که پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور بیش از 1000 گردشگر داخلی و خارجی از ولایت بادغیس دیدن نمودند.